است برنامه موزیک را به شما عرضه کند. بازگشت به زندگی. سکوت طولانی اپرای متروپولیتن نیویورک پس از ماها شکست. بسیار خوشحالم که این تماشاخانه کارش را از سر گرفته، آن هم با چنین شور و شوق و اراده سرشاری. اپرای متروپولیتان به هر معنا متفاوت است. اجرای اثر در اینجا همانقدر که فکرش رو می کنید خاص است. آنتونیو پاپانو، رهبر نامدار ارکستر، برای نخستین بار در 25 سال گذشته با اپرای استادان آواز واگنر، بلندترین اپرای دنیا، به نیویورک بازگشت است. این اثر یک کمدی است که یک بعد از ظهر کامل 6 ساعته وقت می‌برد، اما شاداب و زندگی بخش است. این اپرا که راوی ماجرای گروهی است از آوازخوانان برجسته آلمان قرون وسطا، حکایت عشق و پیروزی و هنر و خلاقیت است. قهرمان داستان هانس ساکس، شاعری پینه‌دوز است که واگنر شخصیتش را به زیبایی تمام تصویر کرده. ایفای این نقش با جزئیات بسیارش هر بار برای من منقلب کننده است. به لحاظ آوازی هم چالش برانگیز است. او شخصیتی است چند بعدی. از یک سو فیلسوف و حکیم است و از طرف دیگر عاشقی غیرتمند. فکر می‌کنم صدایم با موسیقی واگنر همخوانی پیدا کرده و اولین همکاریم با استاد پاپانو یک موهبت بود، چون او بسیار مراقب ماست. او نه فقط یک آهنگساز فوق‌العاده که یک مربی فوق‌العاده هم هست. مهمترین پیغامی که این داستان در خود دارد آزادی هنری است، یعنی گوش سپردن به حرف دیگران و فهم این که آنها واقعاً چه می‌گویند. سنت‌ها خوبند، اما باید ذهن گشوده داشت، چون ما برای این زندگی می‌کنیم که بشنویم و ببینیم و تجربه کنیم. لحظه شگفت‌انگیز کار برای من آنجاست که آواز آخر را تمام می‌کنم و بعد آواز دست جمعی پرشکوهی آغاز می‌شود. اینها برای تویی است که این همه راه آمده‌ای و به اینجا رسیده‌ای و رمقی برایت نمانده، اما از پایداری خودت شادمانی. احساسی از سرور و سرافرازی در کار است که تا انتها دوام آوردیم و آواز نهایی با همان دو ماژور پرشکوهی که آغاز شده بود تمام می شود. موزیک به وسیله رولکس به شما عرضه شد.